اومدن لقب آیت الله در کران نام مجتبی خامنه‌ای در وبسایت نزدیک به حوزه علمی قم شاخک‌ها را تیز کرده. آیا علی خامنه‌ای به دنبال معرفی پسرش به عنوان جانشین رهبر آینده حکومت ایرانه؟ این خبر برخی رسانه‌های رسمی به تاریخ 2 شهریور یعنی همین چهارشنبه گذشته است ثبت نام درس خارج آیت الله حاج آقا مجتبی خامنه‌ای آغاز شد. یه تفاوت و 2 نکته مهم توی این 2 عکس هست که یکیش متعلق به همین چند روز پیشه و یک متعلق به پارسال. در خبر جدید حجت الاسلام و المسلمین مجتبی خامنه‌ای شده آیت الله مجتبی خامنه‌ای. نکته اول تدریس درس خارجه و نکته دوم تبلیغ با آب و تاب این خبر در رسانه‌ای که اخبار حوزه علمیه رو پوشش میده. اما چرا اینکه مجتبی خامنه‌ای از حجت الاسلامی به آیت الله رسیده مهمه و چرا برخی رو به این شک انداخته که مجتبی خامنه‌ای داره برای رهبری آماده میشه؟ از عنوان آیت الله شروع کنیم. یکی از دردسرهای علی خامنه‌ای برای رهبری در سال 68 این بود که مطابق قانون اساسی چون مرجع تقلید نبود رهبریش غیر قانونی بود. اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ هرچند قانون اساسی بعداً عوض شد و شرط مرجع تقلید بودن حذف شد، اما بحران مشروعیت تا مدت‌ها با خامنه‌ای موند و به گواه هاشمی رفسنجانی نه تنها برخی مراجع تقلید از حمایت از او امتناع کردند، بلکه حامیان نیمبندش هم او را حجت الاسلام و المسلمین خطاب و از به کار بردن لقب آیت الله خودداری کردند. به نظر می‌رسد کسانی که به دنبال جانشینی مجتبی خامنه‌ای‌اند از مصائب رهبر فعلی در سال 68 درس گرفتند و از همین حالا لقب آیت الله رو به پسرش دادن تا بعدن مثل علی خامنه‌ای در سال 68 به درد سر نیفته. اما بریم سراغ نکته بعدی و درس خارج فقه. این شرایط و صفات رهبر در قانون اساسی فعلی. شرط اول صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. خب این شرط چطوری حاصل میشه؟ برگردیم به آگهی تبلیغ مجتبی خامنه‌ای، اونو بذاریم کنار اصل 109 قانون اساسی. درس خارج یعنی درس خارج فقه و اصول. این درس بالاترین سطح از درس‌های حوزه علمی است که طلبه ها با هدف مجتهد شدن واردش میشن تا توانایی استنباط احکام رو داشته باشن، یعنی بتونه اگر مقلدی ازش سوال کرد جواب بده. این همون افتاه و اصلا لقب آیت الله برای کسانی به کار میره که توانایی افتا داشته باشن. حالا مجتبی خامنه ای نه تنها لقب آیت الله داره، بلکه مدرس درس خارج فقه و اصول، دو مزیتی که پدرش وقتی سال 68 به رهبری رسید نداشت. مجتبی خامنه ای فرزند دوم علی خامنه ای با خانواده حداد عادل وصلت کرده و در واقع دختر حداد عادل همسرش. نامه پسر رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات سال 84 و بعد از نامه کروبی به خامنه ای سر زبون ها افتاد. کروبی در اون نامه از دخالت مجتبی خامنه‌ای در انتخابات به پدرش شکایت برده و اسم مجتبی رو هم آورده بود. روزنامه گاردین هم نوشت که مجتبی خامنه‌ای یکی از عوامل سرکوب مردم پس از انتخابات سال 88 بوده. محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما هم تلویحاً گفته در اخراج از صدا و سیما مجتبی خامنه‌ای دست داشته. با اینکه مجتبی خامنه‌ای پست سیاسی نداره، او رو سیاسی ترین فرزند خامنه‌ای میدونن. گاردین در همون مقاله که 13 سال پیش منتشر شده نوشته او کلید در بیت رهبریه. به نظر میرسه مجتبی خامنه‌ای داره از زیر لایه‌های پنهان نامه‌های محرمانه و تصمیمات پشت پرده بیرون میاد و نام و عکسش بیشتر از قبل در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر میشه. میرحسین موسوی هم مرداد ماه همین امسال درباره موروثی شدن رهبری هشدار داد و پرسید اگر در پی موروثی کردن رهبری نیستن چرا تکذیبش نمی‌کنن. در بخشی از نامه سال 84 کروبی در اعتراض به تقلب در انتخابات نوشته شده آقازاده حضرت علی از فلان شخص حمایت میکنند. علی خامنه‌ای در پاسخ گفت که ایشون آقاست نه آقازاده. حالا میشه پرسید که آیا تبلیغات رسمی برای تاجگذاری مجتبی خامنه‌ای آغاز شده؟